الله الرحمن الرحیم. بحث امروز یه بحث بسیار کاربردیه و توی زندگی واقعی عملا خیلی زیاد به درد میخوره. از این طرف زندگیتون رو سخت خواهد کرد، از این طرف هم خیلی شیرین خواهد شد، به خاطر اینکه تلاش بر این هست که یاد بگیریم درست و دقیق صحبت کنیم، از مغالطه و سفسطه پرهیز کنیم و این خودش در واقع مقداری دشواری برای ما میاره و نسبت به حرفایی هم که دیگران میزنن حساس میشیم، ولی در این حال شیرینی‌های خاص خودش رو هم داره. واقعا بیماری مغالطه یه بیماریه که شاید از این بیماری مثل سرطان به مراتب خطرناکتره و متاسفانه در جامعه شیوع و رواج فراوانی داره. یعنی ما از صبح تا شب دائما یا خودمون مغالطه میکنیم یا در معرض مغالطه های دیگران هستیم و اگر با سازوکار مغالطه آشنا باشیم و ببینیم که چطوری میشه سر دیگران کلا گذاشت، چطوری دیگران سر ما کلا میگذارن، و خواهیم دید که زندگی ما چقدر پر از فریب هست در واقع و ما ناخواسته یا فریب میدیم یا فریب میخوریم. قبل از که بحث رو شروع کنیم یه سابقه تاریخی از این بحث رو خدمتتون عرض کنم. در زمان یونان قدیم، یعنی در زمان سقراط و قبل از سقراط، کسانی بودن که بهشون میگفتن صوفیست. صوفیست به معنی دانشمنده. این صوفیست ها در مجادله و در جر و بحث ید طولایی داشتن و خیلی خوب بحث میکردن و در محاکم قضایی هم به عنوان وکیل شرکت میکردن و پول میگرفتن و دفاع میکردن و چون بر راه های بحث کردن و ورود و خروج در بحث و نتیجه گیری خیلی ماهر بودن، میتونستن با قدرت بیانشون هر حقی رو در واقع ابطال کنن و هر باطلی رو اثبات بکنن. بعد از مدتی آرام آرام خودشون هم باورشون شد که شاید واقعا اصلا حق و باطلی وجود نداره و ما هر جوری که بخوایم میتونیم بحث کنیم و اگر قدرت بیان داشته باشیم و بر بحث و استدلال توانا باشیم میتونیم هر کاری انجام بدیم و در واقع معیار عینی در بیرون از زبان وجود نداره. ما میتونیم از طریق زبان هر کاری بکنیم و حق هم با کسیه که قدرت بیان قوی تری داره. هر کس قشنگتر و زیباتر صحبت کنه حق با اونه. اینها شروع کردن به پیدا کردن راههایی که میشه از مقدمات مشخصی به نتایج غلط رسید و این رو در واقع شروع کردن به ترویج کردن و کم کم چیزی به نام سفسطه رو در واقع به وجود آوردن. با اینکه صوفیست به معنی دانشمند بود، اما چون صوفیست ها سفسطه میکردن و مغالطه میکردن، کم کم کلمه صوفیست معنی واقعی خودش از دست داد و امروز هم ما سفسطه رو به معنی مغالطه به کار میبریم که از همون کلمه گرفته شده. سقراط اولین کسی بود که خیلی جدی با صوفیست‌ها مبارزه کرد، بعدش افلاطون این کار رو ادامه داد و بالاخره ارسطو شاگرد افلاطون با پیریزی علم منطق به طور کامل سعی کرد که راه مغالطه رو ببنده و کاری بکنه که ما روش درست فکر کردن و درست حرف زدن رو بیاموزیم و از مغالطه در اندیشه و در استدلال و در ادعا در امان بمونیم. من دیگه دو تا نمونه از این مغالطه ها رو براتون میگم. مثلا فرض کنید که یکی از صوفیست ها میخواد ثابت کنه به سقراط که پدر سقراط انسان نبوده، پدرش سگ بوده، ولی انقدر ظریف بحث رو پیش میبرن که نهایتا به این نتیجه میرسید، مگر اینکه خیلی وارد باشید که بفهمید چه کار کرد. گفتگو اینه، میگه من تو نیستم، آیا چنین نیست؟ بله بله، تو غیر منی و من غیر تو هستم. بعد اون میگه و من انسانم، درسته؟ میگه البته تو انسان هستی. بعد میگه و من حیوان نیستم، میگه درسته تو حیوان نیستی. میگه و من غیر حیوان هستم، میگه درسته اینم قابل قبوله که تو غیر حیوان هستی. میگه اما خودت گفتی که من غیر تو هستم، میگه درسته گفتم تو غیر منی. بعد میگه من غیر تو هستم و من غیر حیوان هستم، میگه کاملا درسته، میگه پس تو حیوانی. نتیجه بحث این شد دیگه. حالا شما بگردید واقعا چجوری به این نتیجه رسید. خیلی یعنی پیدا کردنش واقعا ظریفه و دقیقه. مثلا فرض کنیم میگیم که شیر برای اسهال خوب نیست، ماستم از شیره، نتیجه بحث چی میشه؟ ماستم برای اسهال خوب نیست، در حالی که برعکسشه. به نظرتون مشکل کجا بود؟ یعنی چه اشتباهی توی بحث بود که این نتیجه ازش به دست اومد؟ پس ببینید، مغالطه یعنی این که ما مقدماتی رو ترتیب بدیم و از این مقدمات به نتیجه غلط برسیم، ولی این کار رو انقدر ظریف و دقیق انجام بدیم که کسی نتونه بفهمه، که یا کمتر کسی بتونه بفهمه که ما از چه مسیری حرکت کردیم که به این نتیجه رسیدیم. ما در چهار مقام ممکنه که مغالطه بکنیم، یا در مقام تبیین، یعنی میخوایم یه چیزی رو توضیح بدیم، یا در مقام ادعا، یعنی میخوایم یه ادعایی رو مطرح کنیم، یا در مقام استدلال، یا در مقام دفاع. در یکی از این چهار موضع ممکنه که ما مغالطه بکنیم. انواع مغالطات خیلی زیاده. من ازتون اجازه میخوام که 20 مورد مغالطه رو به شما معرفی کنم.
اولین نوع مغالطه، مغالطه اشتراک در لفظ، استفاده از اشتراک لفظی. اشتراک لفظی یعنی چی؟ یعنی اینکه کلماتی توی هر زبانی وجود دارن که این کلمات بیش از یک معنی دارن، دو تا، سه تا، چهار تا معنی دارن. مثل کلمه شیر در فارسی که چند تا معنی داره. اگر ما بیایم از یک کلمه که مشترک لفظی است بدون قرینه و بدون شاهد در جمله جوری استفاده بکنیم که معنی دقیق کلمه مشخص نشه، یا اینکه معنا شناور باشه بین دو تا از معانی این کلمه، اون وقت ما گرفتار مغالطه شدیم. مثلا ساده ترین مثال، وقتی میگیم ساعت چنده، این میتونه دو تا معنی داشته باشه، که الان ساعت چنده یعنی ساعت 4 یا 5، یا اینکه قیمت ساعت چنده. درسته؟ شما اگر برید داخل مغازه ساعت فروشی و بگید ساعت چنده، چه معنی ازش میفهمه؟ قیمت. این قیمت چنده؟ اون ساعت فروش نمیگه که الان ساعت 4 و 5 است بفرمایید بگید دنبال کارتون. نه، قیمت چنده. ولی تو خیابون حالا شما بگید، بگید آقا ساعت چنده، اون بگید ساعت 4. شما بگید نه، من منظورم این نبود، منظورم این بود که ساعت الان قیمتش چجوریه. یعنی باید بافت کلام رو جوری طراحی کنید که معنای دقیق کلمه مشخص بشه. من چند تا مثال میذارم. فرض کنید میگیم انگور شیرین است، شیرین معشوق فرهاد است، نتیجه چی میشه؟ انگور معشوق فرهاد است. ولی خب این الان غلط شد. غلطش به خاطر این بود که کلمه شیرین مشترک لفظیه، هم اسم خانومه هم یکی از مزه هاست، و در این جمله در یکی از مقدمات یک معنی داشت، در مقدمه دیگه معنی دیگه داشت. باید کلمه که مشترک لفظیه در هر دو مقدمه یک معنی داشته باشه، نمیتونیم به دو معنی به کار ببریم. مثلا خانه ارزان کمیابه، هر چیز کمیابی گرونه، نتیجه میشه چی؟ خونه ارزون گرونه. در که اینجا کمیاب دو تا معنی داشت. یا مثلا سعادت غایت زندگی انسان است، غایت زندگی انسان مرگ است، نتیجه این میشه که سعادت انسان مرگ انسانه، در حالی که اینجا غایت دو تا معنی داشت. مغالطه دوم، استفاده از واژه‌های مبهمه. واژه‌هایی هستن توی هر زبان که مبهم هستن و حد و مرز مشخص و معینی ندارن، به شکلی که اگر شما از این کلمه‌ها استفاده کنید در هر موقعیتی میتونید متناسب با ادعای خودتون معنای مورد نظر رو از اون کلمه بگیرید و به این ترتیب میتونید خودتون از نقد دیگران حفظ بکنید. مثلا کلماتی مثل دور، نزدیک، کوچک، بزرگ، کم، زیاد، اینا هم کلماتی هستن که مبهم هستن. مثلا یک کسی میگه که من پول کمی دارم، بعد شما تحقیق می‌کنید می‌بینید که 50 میلیون تومان پول داشت اون موقعی که این جمله رو گفت. بعد شما میگید آقا چرا دروغ گفتی، تو 50 میلیون تومان پول داشتی. میگه خب 50 میلیون تومان پول کمیه، پول زیادی نیست که. اینجا از کلمه کم داره استفاده در واقع بد می‌کنه. یا مثلا فرض کنید پیشگویی‌های نوستراداموس اگر دیده باشید غالبا اینطوری هستن، یا فال‌های حافظ کلماتی توش می‌ذارن که این کلمات کاملا مبهمن، مصداق‌های متعدد میتونن داشته باشن و هر کسی اینها رو می‌خونه طبق اون زندگی شخصی خودش یه مصداق براش پیدا می‌کنه. توصیه اینه که نسبت به واژه‌های مبهم حساس باشید، یعنی تا جایی که میشه وقتی کسی با شما حرف می‌زنه ببینید این واژه معنای مشخص و مصداق مشخص داره یا نداره. اگه دیدین نداره واقعا از طرفتون بخواید که دقیقاً معنا و مصداق کلمه رو بهتون بگه. مغالطه سوم، مغالطه کنه و وجه، کاف و نون و ه مثل کنه. مغالطه کنه و وجه یعنی این که شما بیاید یک ویژگی از مجموعه ویژگی های یک شی یا شخص رو به عنوان معرف همه کنه اون شی یا شخص در نظر بگیرید، یعنی یک صفتش یا یک ویژگیش رو به عنوان کل شخصیتش و مجموعه وجودش در نظر بگیرید و با همون یک ویژگی کل زندگی او رو بخواید و شخصیتش رو معرفی بکنید. در واقع مغالطه کنه و وجه یعنی فروکاستن همه ویژگی های یک شی یا شخص به یک ویژگی. مثلا میگیم انسان چیزی نیست جز یک میمون بدون دم و بدون پشم. مثلا خب قبول داریم ما شبیه میمون هستیم، دم هم نداریم، پشم هم نداریم، ولی همه ما این نیست، ما صدها ویژگی دیگه هم در واقع داریم. یا مثلا بگیم جهان چیزی جز انرژی نیست. خب درسته توی جهان انرژی هم وجود داره، ولی اینکه بیاید همه جهان رو بخواید با این یه دونه ویژگی تبیین کنید این کار غلطیه. یا مثلا فرض کنید میگیم که دین چیزی نیست جز برنامه‌ای که زورمندان تنظیم کردن تا ضعیفان رو در تسلط خودشون داشته باشن. واقعا در طول تاریخ بودن کسانی که این کارو کردن، برای تسلط بر مردم از دین استفاده کردن، ولی شما بیاید این ویژگی رو برای تبیین همه دین‌ها در واقع در طول تاریخ در نظر بگیرید، گرفتار این مغالطه شدید. توصیه که در اینجا داریم اینه که در عالم انسانی هیچگاه گزاره الف چیزی جز ب نیست گزاره صادقی نیست. این گزاره همیشه غلطه. اینکه بگیم الف چیزی جز ب نیست، یعنی بیایم همه وجود یک شخص رو فقط با یک صفت معرفی کنیم، یعنی همه اون رو بیایم فرو بکنیم توی ویژگی، این گزاره همیشه غلطه توی عالم انسانی. و هر وقت کسی اینجور گزاره‌ای به شما گفت، در صدق اون گزاره و در درست بودنش باید تردید بکنید.
مغالطه بعدی مغالطه علت جعلیه. مغالطه علت جعلی یعنی این که ما بیاین چیزی رو که علت یه چیز دیگری نیست به عنوان علتش معرفی بکنیم، یا اینکه بیاین بخشی از علت یه چیزی رو به عنوان همه علت اون چیز در نظر بگیریم. اینجا مغالطه علت جعلی اتفاق میفته. انسان‌هایی که ذهنشون خیلی قوی و نیرومند نیست، معمولاً وقتی میخوان یه مسئله رو تبیین کنن و توضیح بدن، یک علت رو به عنوان تمام علت در نظر میگیرن و همه تحلیلاشون رو روی اون علت میذارن. در واقع مغالطه علت جعلی یعنی فروکاستن همه علت‌ها به یک علت و بقیه علت‌ها رو نادیده گرفتن. این داستان رو احتمالاً شنیدید. یه پزشکی بود که خیلی ماهر بود و مردم میگفتن خیلی علم غیب داره و میفهمه که این مریض چی خورده و چرا مریض شده. یه روز شاگردش گفت شما چطور میفهمید که مثلا این مریض حلوا خورده بشه؟ میگه حلوا خوردی مریض شدی. میگه خب من میرم تو خونه بالین بیمار، به اطراف خونه نگاه میکنم، میبینم که بقایای چه غذایی اونجا هنوز هستش. میگم که این غذا رو این خورده و این مریضی رو گرفته و همیشه هم درست. شاگرد میگه خب این خیلی روش خوبی، منم اجرا میکنم. یه روز شاگرد میره بالای سر یک بیماری، هر چی دور و بر خونه رو نگاه میکنه هیچی پیدا نمیکنه جز یه پالان یه خری. میگه که به نظر من این مریض شما خر خورده که این گرفتار بیماری شده. این مغالطه علت جعلیه، یعنی شما اشتباهاً چیزی رو که علت نیست پیدا میکنید و تمام توجهتون روی اون علت معطوف میکنید. یا مثلا فرض کنید یه شاگردی تو امتحان قبول نشده، میگه چرا قبول نشدی؟ میگه شب امتحان مهمون داشتیم. خب بله، مهمان داشتن شب امتحان یکی از دلایل قبول شدن شما بود، ولی بقیه علت‌ها رو چرا نادیده گرفتید؟ یا مثلا بگیم افت شدید تحصیلی مثلا مدارس ما به خاطر اینکه معلم‌ها تو وضعیتشون کوتاهی می‌کنن. خب این یه علت می‌تونه باشه، همه علت نیست. یا اینکه بگیم عقب ماندگی کشورهای اسلامی به خاطر دخالت دشمنان و استعمارگرانه. باشه، بین اون صدها عاملی که باعث عقب ماندگی ما شدن یکیش هم دخالت استعمارگرانه، ولی اینو بیاریم به عنوان تنها عامل در نظر بگیریم، گرفتار مغالطه شدیم. توصیه اکید میکنم که در عوالم اجتماعی و انسانی هیچگاه پدیده تک عاملی رو در نظر نگیرید. امکان نداره پدیده‌ای در این عالم اتفاق بیفته که تنها یک علت داشته باشه. کسانی که تک علتی مسائل رو بررسی می‌کنن غالباً به خطا میرن. ببینید مثلا فرض کنید ناپلئون و الکساندر با هم جنگ می‌کنن و تو این جنگ ناپلئون شکست می‌خوره. مورخان هر کسی یه علتی رو گفته، یکی گفته به این علت ناپلئون شکست خورد، یکی گفته اون علت، یکی گفته اون علت، ولی آدمی مثل تولستوی که بسیار انسان عمیق و آگاهی است و چند جانبه به مسائل نگاه می‌کنه، تو جنگ و صلح وقتی داره این ماجرا رو بررسی میکنه میگه میلیون ها عامل دست به دست هم دادن تا در اون شب در اون میدان جنگ ناپلئون از الکساندر شکست خورد. ببینید واقعا یکی از اشتباهات ما اینه که معمولا وقتی یک پدیده رو میخوایم بررسی کنیم یک علت رو تعمیم میدیم به جای همه علت ها و اینطوری ما گرفتار مغالطه در واقع علت جعلی میشیم. مغالطه پنجم مغالطه بزرگنماییه. مغالطه بزرگنمایی یعنی چی؟ یعنی این که ما بر بخشی از ابعاد یک پیام تأکید کنیم و اون بخش رو از پیام بیرون بیاریم به طوری که مورد توجه مخاطبمون قرار بگیره و جلبش کنه به طرف خودش. بهترین مثالی که میتونم این روزها برای شما بزنم اینه. شما تو خیابون دارید میرید، یه دونه ماشین وایساده و داره چغال بادوم میفروشه مثلا. شما از اون طرف خیابون که نگاه میکنید یه کلمه کیلو نوشته و بعدش هم یه 5000 تومان هم بزرگ نوشته. شما از این طرف خیابون که نگاه میکنید خب میگید چقدر خوبه، کیلو 5000 تومانه. بعد میرید نزدیک ماشین میبینید نیم کوچولو هم نوشته نیم کیلو 5000 تومان. خب اینجا کیلو و 5000 تومان رو بزرگ کرده، بقیه پیام رو کوچیک کرده و با این کار شما رو جذب اون کرده، گرفتار مغالطه بزرگنمایی شده. در واقع مثلا فرض کنید یه کسی میگه که من تا الان بیش از 100 تا کتاب و مقاله نوشتم. وقتی شما زندگیشو بررسی میکنید میبینید 3 تا کتاب نوشته و 97 تا مقاله نوشته، ولی اینجوری قاطی میکنه اینها رو، میگه بیش از 100 تا کتاب مقاله نوشتم. یا یه مثال دیگه، شما دیدید مثلا یه تابلوی میذارن حراج لوازم خانگی از 5% تا 95%، اما حراجش رو بزرگ می‌نویسن، 95%ش هم بزرگ می‌نویسن، بقیه دیگه ریز نوشته میشه. شما از دور که نگاه می‌کنید میگید به به چقدر خوبه اینجا با 95% تخفیف دارن حراج می‌کنن. بعد میرید اونجا بخرید می‌بینید که نه، واقعا شاید 4-5% اشیا 95% تخفیف دارن، بقیه 5% تخفیف دارن، ولی بزرگ کردن بخشی از پیام شما رو به غلط میندازه در واقع. یا مثلا فرض کنید که یه تابلو می‌بینید نوشته دندان پزشک، همین شما نزدیک میرید واقعا دندونتون درد میکنه، برید داخل تابلو رو که دقیق نگاه میکنید از نزدیک میبینید یه کمک کوچولو و یه تجربه کوچولو هم اول و آخرش نوشته، کمک دندون پزشک تجربی، ولی دندون پزشک بزرگ نوشته و این شما رو جذب میکنه. خب اینا مثالاش خیلی زیاده. ما باید واقعا دقت داشته باشیم که اون بخشی از پیام که بزرگ میشه و بزرگنمایی روش اتفاق میفته ما رو فریب نزنه و مواظب کل پیام باشیم. مغالطه ششم مغالطه توریه هست. توریه با ت
توریه دقیقاً همون دروغه، اما فرقش اینه که در توریه ظاهر سخن درسته، اما نتیجه‌ای که مخاطب از این سخن درست میگیره نتیجه غلطیه. در واقع ما در توریه با گزاره‌های صادق مخاطب خودمون رو فریب میدیم. گزاره‌های ما درستن ولی مخاطب فریب می‌خوره. معروف‌ترین مثالش رو همه میدونید. مثلا شما توی خونه هستی، تلفن زنگ می‌زنه. شما میری توی حیاط وای می‌سید، به بچه میگید که بگید من تو خونه نیستم، و درستم گفتی شما تو خونه نیستید. ولی به هر حال اون چیزی که مخاطب شما میفهمه اینه که شما توی کل اون مجموعه نیستید و فریب می‌خوره اینطوری. یا مثلا فرض کنید شما پولاتون رو توی جیبتون گذاشتید، بعد کسی بهتون میگه که پول داری به من قرض بدی، شما میگید من به خدا کیفم رو همراه خودم نیاوردم. جملتون هم درسته، واقعا کیفتون همراهتون نیست ولی پولتون همراهتون هست. در واقع اون جمله درستتون معنیش اینه که من پول همراه خودم نیاوردم. مثلا شما میدونید که موجودی پول من توی بانک چقدره، بعد یه نفر از شما میپرسه شما میدونید شهبازی چقدر توی بانک پول داره، شما میگید خدا میدونه. خب جمله خدا میدونه درسته، خدا میدونه که من چقدر پول دارم، ولی شما هم میدونید. اما این گزاره درست مخاطب رو گرفتار این توهم میکنه که شما نمیدونید. پس ببینید توریه یعنی این که حرف درست بزنیم برای فریب دادن مخاطب. مغالطه بعدی نقل قول ناقص. نقل قول ناقص یعنی این که ما بخشی از سخن کسی رو بدون کم و زیاد کردن نقل کنیم، اما سخن او رو جوری از بافت کلام خارج کنیم که سخن او رو تحریف کنه. دقت میکنید؟ بدون هیچ دخل و تصرفی، فقط بخشی از سخنش. این مغالطه بسیار شایعه که امروز تو رادیو و تلویزیون و روزنامه و تو کتاب‌ها، مقالات علمی و تو گفتگوهای روزانه ما دائما اتفاق میفته. یعنی ما از سخنان دیگران اون بخشی رو نقل میکنیم برای کسی دیگه که خودمون دوست داریم و میتونیم از طریق اون بخش نقل شده به هدف شخصی خودمون برسیم. مغالطه هشتم بستن راه استدلاله. این مغالطه موقعی اتفاق میفته که ما بعد از اینکه ادعای خودمون رو مطرح کردیم یه جمله‌ای بگیم یا یه حرفی بزنیم که رابطه مدعا با استدلال‌های موافق و مخالف قطع بشه، به طوری که اصلا مخاطب ما به خودش اجازه نده که درباره اصل ادعای ما صحبت کنه. مثلا فرض کنید که من میگم اگر دریچه‌های دلتون پاک باشه متوجه میشید که من چی دارم بهتون میگم. خب بعد یه حرفی بهتون میزنم، بعد از که حرف من تموم شد شما واقعا نفهمیدید که من چی گفتم، ولی میدونید اگر بگید من نفهمیدم معنیش اینه که دریچه‌های دل شما باز نیست و دلتون صاف نیست، درسته؟ به خاطر اینکه متهم نشید به اینکه دریچه‌های دلتون بسته است و نمیفهمه، مجبور میشید حرف منو قبول کنید. و میدونید که اگرم اعتراض کنید که حرف منو نفهمیدید، از طرف من متهم میشید به اینکه دریچه‌های دلتون بسته است. من خاطر ترجیح میدم که اصلا حرف منو قبول کنید یا هیچ سکوت کنید و چیزی نگید. خیلی از وقت‌ها ما برای اینکه طرف مقابل اون حرفی نزنه و حرف ما رو زیر سوال نبره، عبارتی یا جمله‌ای میاریم که او رو توی در واقع منگنه قرار میدیم، توی یک چارچوب قرارش میدیم که به خودش اجازه فکر کردن و اعتراض نده. و چون ما آدم‌ها هم غالبا شجاعت اعتراف کردن به نادانی خودمون رو نداریم، برای که متهم به نادانی نشیم حرف طرف مقابل رو قبول میکنیم. توصیه که در اینجا داریم اینه که اولا از این که اعتراف کنید که این مطلب رو نفهمیدید نترسید. یعنی هر کسی هر جمله‌ای گفت خیلی هم ساده بود، همه گفتن فهمیدیم، شما واقعا صادقانه بگید ببخشید من این حرف رو نفهمیدم. من بارها این کار رو تو جمع انجام دادم، کسی چیزی گفته و همه گفتن به به چقدر عالیه، واقعا خیلی خوب بود و اینا، بعد من گفتم ببخشید من واقعا نفهمیدم، میشه یه بار دیگه توضیح بدید؟ بعدا دیدم آرام آرام بقیه گفتن ما هم نفهمیدیم، ولی نمیدونم چرا بار اول در واقع این شجاعت ندارن که بگن ما نفهمیدیم. اولا اعتراف کنیم به نادانی خودمون، ثانیا هر حرف زشتی که اون توی جمله خودش گذاشت یا حرف قشنگی گذاشت برای که ما رو خل اصلاح کنه تسلیم اون نشیم. بگیم ادعات رو اثبات کن، دلیل حرفت رو بگو، این حرف رو من نمیپذیرم. مغالطه بعدی مغالطه هر بچه مدرسه ای میدونه است، یعنی اینکه من یک ادعایی رو مطرح میکنم، به جای اینکه برای ادعام دلیل بیارم میگم هر بچه مدرسه اینو میتونه بفهمه. و شما که دارید حرف منو میشنوید اگر اعتراض کنید بگید من قبول ندارم حرفتون رو، خب متهم میشید به اینکه بنزی بچه مدرسه نمیفهمید. و اگرم اعتراض کنید به من، من میگم آقا شما بنزی بچه مدرسه نفهمیدید، به همین خاطر مجبورید وانمود کنید که حرف من درسته و اصلا دیگه روی اصل ادعای من شما هیچ حرفی نزنید. مثلا هر بچه مدرسه میدونه که عادت مانع رشد انسانه، پس دیگه لازم نیست در این باره بحث کنیم. شما واقعا ممکنه این حرفو قبول نداشته باشید که عادت مانع رشد انسانه، ولی چون من گفتم هر بچه مدرسه میدونه شما دیگه سکوت میکنید. یا مثلا این یه حساب دو دو تا چهار تا است و هر بچه میفهمه که وقتی جامعه دچار تورم اقتصادیه باید آزادی بیشتری به مطبوعات بدیم. خب اینی که چه رابطه بین تورم اقتصادی و آزادی مطبوعات وجود داره، این یه بحث علمی باید ثابتش کنیم. ولی وقتی من گفتم این دو تا چهار تا است و هر بچه مدرسه میفهمه، شما دیگه واقعا جرأت ادامه بحث ندارید و ساکت میشید.
توصیه اینه که باز گرفتار این جور جملات نشی. یعنی هر کسی که ادعایی پیش شما مطرح کرد بگو آقا ادعاتو اثبات کن. من بعضی بچه مطرح نمیفهمم قبول دارم ولی حرفتو برای من اثبات کن. دلیل بیار. دلیل شما چیه؟ تو زندگی ما خیلی از این اتفاقا میفته. مغالطه بعدی مسموم کردن چاهه. مغالطه مسموم کردن چاه اینه که وقتی من یه ادعا رو مطرح کردم به جای اثبات ادعای خودم صفات زشتی رو به مخالفان این ادعا نسبت بدم و بعد وانمود کنم که هر کسی با این ادعای من مخالف باشه دارای این صفات زشت هست. مثلا فرض کنید که من میگم که هر کسی به جز آدمای بی هنر و بی شعور قبول دارن که بودجه بسیار کمی در کشور ما به فعالیت های هنری اختصاص داده میشه. خب واقعا این که واقعا بودجه هنر کم یا زیاده اینو باید اثبات کنیم، دربارش بحث کنیم، بررسی کنیم این درسته یا نه. ولی وقتی میگیم که فقط آدمای بی شعور این حرف رو قبول نمیکنن، در واقع چاه رو مسموم کردیم، راه بحث رو بستیم. این باعث میشه که انسان از اولش در واقع دیگه دنبال دلیل و استدلال نره. این داستانو کارتونش رو شاید دیده باشید یا داستانش رو خونده باشید. خیاطا به پادشاه میگن یه لباسی برای شما میدوزیم که فقط حلال زاده ها میتونن ببیننش. بعدش هم واقعا لباس نمیدوزن. پادشاه رو لخت میکنن میارن شوی خیابون. خودش اولین کسیه که میفهمه لخته. ولی میگه اگر بگم من لباس ندارم ثابت میشه من حرام زاده هستم. اون ساکت میشه. وزیرم متوجه میشه ولی برای اینکه متهم به اون صفت نشه حرفی نمیزنه. همه مردم تو خیابون هم همه میدونن که این لخته ولی هیچ کسی جرئت نداره بگه که آقا شما لباس ندارید. چون میترسن متهم بشن به اون صفتی که مخالفان این فکر دارن در واقع. یا مثلا بگیم که فقط افرادی که عقده جنسی دارن با آموزش مختلط دختر و پسر مخالفن. خب ببینید واقعا این که آموزش مختلط خوبه یا بده باید بحث کنیم ببینیم درسته یا غلطه. ولی اینکه شما از اول گفتید کسی که مخالف این فکر باشه عقده‌ایه مثلا، اینجا در واقع راه استدلال رو بستید. میخوام بگم که تمام تمرکزتون روی اصل ادعا باشه، به حواشیش دیگه کار نداشته باشید. مغالطه بعدی مغالطه تله‌گذاریه. مغالطه تله‌گذاری برعکس اون مغالطه قبلی. اونجا ما یه صفت زشت رو به مخالفان ادعا نسبت میدادیم، اینجا صفات خوبی رو به موافقان ادعا نسبت میدیم. مثلا میگیم کسی که این ادعا رو قبول داشته این صفات‌های خوب رو داره و شما برای اینکه مشمول این صفات‌های خوب بشید در اصل ادعا دیگه چک و چونه نمیزنید. مثلا شما میگید اسم این کتابخونه رو چی بذاریم، من میگم اسم این کتابخونه رو بذاریم کتابخونه پوپک. خب حالا اینکه این اسم خوبه یا بده میتونیم دربارش حرف بزنیم، ولی من میگم که بعد از که جمله‌مو گفتم مطمئنم همه آدم‌های بازوق جلسه پیشنهاد منو قبول می‌کنند. خب واقعا ممکنه کسی قبول نداشته باشه ولی اگه بگه که من قبول ندارم به بی‌ذوقی متهم میشه، پس مجبور میشه اصلا اعتراض نکنه و حرفی نزنه. تو جلسات ما خیلی این اتفاق میفته. ما یه ادعایی رو مطرح میکنیم بعد میگم مطمئنم همه آدمای خوشقلب و مؤمن و خیرخواه حرف منو قبول خواهند کرد، ولی واقعا ممکنه حرفتون غلط باشه. یا مثلا فرض کنید که میگیم شما آدم فهمیده و عاقلی هستید، از شما بعیده اینجور اعتقادی داشته باشید. واقعا ممکنه اعتقادتون دوست داره، قبول داره، دلیل براش داره، ولی وقتی گفتید شما فهمیده چرا اینجور ادعایی اینجور. شما دیدید زن و شوهری با هم دعوا میکنن، ما بجای که مشکلشون رو حل کنیم به خانم میگیم که بابا تو خیلی من فکر میکنم خیلی باشعورتر از حرفی، تو واقعا خودت استادی فلانی، 4-5 صفت خوبش نسبت میدیم. اون اصلا یادش میره که مشکلات خانوادگی چی بود، میره سر زندگیش، از فردا دوباره مشکلات شروع میشه. یا به آقا چند تا از این جملات میگیم، بارک الله مستش میکنه در واقع، و اون برای که دیگه این صفات رو بگیره به خودش و از خودش این صفات رو سلب نکنه حرف رو قبول میکنه. مغالطه بعدی مغالطه توسل به جهل. این مغالطه جایی صورت میگیره که ما از اطلاعات ناقص خودمون استفاده کنیم برای اثبات ادعای خودمون. خیلی مهمه، من درباره یه موضوع اطلاعات کامل ندارم ولی همین اطلاع نداشتن رو دلیل میارم برای اینکه حرف من درسته. مثلا شما میگید نظر شما درباره جن چیه، من میگم والا تا جایی که من میدونم یه کتاب علمی درباره جن تا الان من خودم ندیدم، به همین دلیل اصلا جن وجود نداره. خب من بی سوادم که هیچ در این باره اطلاعاتی ندارم، کتابی ندیدم، ولی چجوری این که من هیچ کتابی رو ندیدم دلیل میشه برای اینکه جن وجود نداره؟ یا مثلا فرض کنید که میگیم من به شانس و بخت اعتقاد دارم، میگن چرا؟ میگی من تا جایی که میدونم هیچ دلیلی علیه شانس اقامه نشده. خب من اطلاعاتم ناقصه، رفتم گشتم همه کتابخونه ها همه جاها رو دیدم. خیلی از وقتا ما اینطوری هستیم، چون دانشمون ناقصه، در اون باره یه آدم بزرگ ندیدیم، یه کتاب خوب نخوندیم، یه مقاله خوب ندیدیم، همین رو دلیل میاریم برای اینکه حرف ما درسته، در حالی که بهتر اعتراف کنیم که من در این باره اطلاعات ندارم تا اینکه بخوام بی اطلاعی رو در واقع دلیل بر اثبات ادعا بگیریم. مغالطه بعدی مغالطه فضل فروشیه. مغالطه فضل فروشی یعنی این که ما با استفاده از کلمات مشکل قلمبه و سلمبه
با استفاده از عبارات خیلی پیچیده و عجیب و غریب سر طرف مقابل اون رو گیج بیاریم، به صورتی که اون فکر کنه ما خیلی دانشمند هستیم و خیلی میفهمیم و همین که احساس کرد ما میفهمیم حرف ما رو قبول کنه بدون اینکه اصلا بفهمه حرف ما درست بود یا حرف غلطی بود. به این ترتیب ما در واقع با تظاهر به فاضل بودن و دانشمند بودن کاری میکنیم که به خاطر شخصیت ما طرف مقابل مرعوب بشه، شکست بخوره و حرف ما رو قبول بکنه. مثلا من میگم که در این کیس انتلکتوال بودن ژورنالیست ها یک اوکازیونه. مثلا فهمیدی چی گفتم؟ در این کیس انتلکتوال بودن ژورنالیست ها یک اوکازیونه. باشه میگه عجب حرف بزرگی زد واقعا، من هیچ نفهمیدم چی گفت. غالبا اینطوریه، وقتی ما نمیفهمیم کسی چی گفت احساس میکنیم خیلی دانشمند بود که حرفی زد که من نتونستم بفهمم. اینو همیشه به عنوان یک قانون در نظر داشته باشید، کسی که جوری حرف میزنه که شما نمیفهمید یقین داشته باشید آدم بی سوادیه. انسانی که فهمیده قدرت داره به ساده ترین شکل ممکن حرف بزنه. انسانهایی که از قلم به سلم به حرف زدن لذت میبرن یا با توسل به کلمات انگلیسی و عربی و فرانسه و اینا نشان میدن که آدمای فاضلی هستن، به معنای حقیقی کلمه بی سوادن و فاضل نیستن. یکی از بزرگان، نمیدونم انیشتین یا کیه، میگه تو نمیتونی ادعا کنی چیزی رو فهمیدی مگر اینکه بتونی برای مادر بزرگ بی سواد توضیحش بدی و اون بفهمه، اون موقع میتونی بگی من فهمیدم. این موضوع تظاهر به فاضل بودن نشانه عین بی سواد بودنه. یکی از راههایی که انسان ها مغالطه میکنن اینه که قلم به سلم به گویی پیشه میکنن، از کلمات عربی و انگلیسی و خارجی استفاده میکنن. به این ترتیب توجه مخاطب رو از اصل ادعا معطوف میکنن به شخصیت خودشون. بعد شما میگید خب این آقا که اینقدر حرفای بزرگی میزنه که من نمیفهمم، حتما اشتباه نمیکنه، ادعاش هم درسته دیگه. توصیه که در اینجا داریم اینه که اولا هر کسی قلم به سلم به حرف زد در باسواد بودنش تردید کنید، چون موقعی انسان میتونه بگه من چیزی رو فهمیدم که قادر باشه به ساده ترین کلمات و بیان اون رو برای ما مطرح کنه. و دوما اگر کسی از این کلمات عجیب و غریب به کار برد، اصلا گول نخورید و فریب نخورید و مرعوب نشید، توجهتون رو به اصل ادعای او معطوف کنید ببینید این ادعا درسته یا نه. مقالطه بعدی مقالطه کمیت گرایی. کمیت گرایی یعنی این که ما در جایی که لازم نیست از آمار و ارقام دقیق استفاده کنیم. استفاده از آمار و ارقام دقیق که درصد و زیر درصد و یک دهم رو نمیدونم اعشارش رو همش بگید، غالبا به مخاطبتون این تصور رو میده که شما آدم دقیقی هستید و چون آدم دقیقی هستید اشتباه نمی کنید، پس اون در اصل ادعای شما دیگه تردید نمی کنه. پس ببینید ارائه آمارهای خیلی خیلی دقیق و کاذب البته اعتماد کاذبی توی مخاطب ما ایجاد میکنه که اون مخاطب فکر کنه که ما قابل اعتمادیم و حرفای ما درسته. مثلا شما میگید که جدی عرض میکنم من دقیقاً 3 برابر اعتمادی رو که به برادران دارم به شما دارم. اولا یه مفهوم کیفی، یعنی اعتماد رو اومدیم کمیش کردیم. ثانیا دقیق 3 برابر من به شما اعتماد دارم. اینطوری طرف مقابل واقعا یه جوری خل اصلاح میشه در مقابل ما و یه اعتماد به ما پیدا میکنه. مثلا 63.5% مردم از کمبود فضای سبز رنج میبرن. این آمار به این دقت در واقع وقتی گفته میشه طرف مقابل دیگه واقعا نمیگه شما این آمار از کجا آوردید. این چیزیه که توی دولت خیلی زیاد واقعا این مقالطه اتفاق میفته از طریق آمارهایی که داده میشه. با دولت خاص کار ندارم، یعنی کلا دارم صحبت میکنم. یا مثلا بگید 95.5% محبوبیت او به خاطر سخنرانی‌های قشنگشه. حالا چجوری این دقیقاً 95.5 رو همه رو حساب کردیم؟ این خودش. مقالطه بعدی استفاده از بار ارزشی کلماته. اینو باید توضیح بدم. ببینید کلمات رو ما در زبان از نظر بار به 3 گروه تقسیم میکنیم. یکی کلماتی که بار منفی دارن، یکی کلماتی که بار مثبت دارن و یکی هم کلمات خنسا. اگر ما بیاییم عمدن از کلماتی که بار ارزشی منفی یا بار ارزشی مثبت دارن استفاده بکنیم که طرف مقابل ما تحت تأثیر بار مثبت یا منفی کلمات قرار بگیره، ما گرفتار مغالطه شدیم. مثلا فرض کنید که برادر شما خیلی بخشنده است، شما بهش میگید این برادر من خیلی ولخرجه، در که واقعا بخشنده است. تبدیل کردن بخشندگی به ولخرجی و این اسم رو روش گذاشتن باعث میشه که اون نسبت به کار خوبی که داره انجام میده دچار شک بشه. یا مثلا یه کسی فرض کنید خیلی اعتماد به نفس داره، شما بهش میگید این خیلی قد و یه دنده و لجبازه. مثلا فرض کنید یه بار منفی میدید. این توی زندگی ما زیاد استفاده میشه. مثلا فرض کنید مسابقه فوتبال شده، تیم ایران به تیم مثلا ترکیه باخته، ما میگیم تیم ما نتیجه بازی رو واگذار کرد. نتیجه بازی رو واگذار کرد یعنی با افتخار تمام نتیجه رو رفت و تقدیم کرد به طرف مقابل، در که نتیجه رو واگذار کرد یعنی باخت.
اما ما جوری داریم حرف میزنیم که این اعتماد رو به ما میده و این حس رو که تیم ما سربلند و با غرور باخته در واقع، اما تیم فلانی به تیم ترکیه باخت مثلا. یا مثلا میگید فرض کنید که من در اعتقادات خودم ثابت قدم و استوارم، ولی شما تو پیشفرض‌های خودتون همیشه لجباز و متعصب هستید. خب شما در واقع مثل اون هستید، ولی اون باری که گذاشتید، اون عنوانی که انتخاب کردید برای این دوتا صفت، ذهنیت مخاطب رو عوض میکنه. توصیه که میکنیم اینه که به طور خاص تا میتونید از کلمات خونسا توی بحثاتون استفاده کنید، از کلماتی که بار منفی یا مثبت دارن حتی الامکان استفاده نکنید. این مخاطب رو گرفتار در واقع یه سری کج‌فهمی ها یا مغالطه ها میکنه. مغالطه بعدی توسل به احساسات. توسل به احساسات یعنی این که ما نقطه ضعف ها یا نقطه قوت های طرف مقابل بحث رو تشخیص بدیم و بعد به جایی که دلیل برای ادعای خودمون اقامه بکنیم، از اون نقطه ضعف ها یا نقطه قوت ها سوء استفاده بکنیم و کاری بکنیم که اون دیگه توجهش از اصل ادعای ما منحرف بشه. مثلا فرض کنید که بفهمید طرف آدم سودجوییه، آدم مغروریه، آدمیه که مثلا تعصب داره، حسوده یا ترسو هست، و بعد توی بحثمون از این احساساتش سوء استفاده کنیم. یا میفهمیم آدم مهربونیه، آدم مثلا بخشنده‌ایه، آدمیه که دیگرانو دوست داره، از این صفات‌ها بی استفاده بکنیم برای اینکه فریب شدیم توی بحث کردن. مثلا یکی از مغالطه‌هایی که واقعا اتفاق میفته همیشه اینه که توی صحنه‌ها برای اثبات یه چیزی یا برای ابطال یه چیزی از زن‌ها و کودکان استفاده بکنن توی فیلم‌ها و توی تصویرها و توی خبرها. شما تو گزارش‌ها زیاد دیدید مثلا فرض کنید می‌خواد بگه که فلان جا این اتفاق افتاد و اتفاق بدی بود، اونها متجاوز بودن، برای که اینو اثبات کنن چند تا تصویر زن یا چند تا تصویر بچه که کشته شدن یا دارن گریه میکنن نشون میدن. در واقع اینجوری آدم دلش میسوزه و دیگه اصلا نمیپرسه که این حرفی که شما زدی درست بود یا نه، این ادعایی که داشتی درست بود یا نبود. یکی از مهمترین راههایی که در اینجا استفاده میشه گریه کردنه. گریه کردن گاهی اوقات میتونه یه بحث 5 ساعتی رو تموم کنه به نفع شما بدون اینکه حق با شما باشه. یعنی شما 3 ساعت به یکی بحث میکنید نمیتونید شکستش بدید، یه قطره اشک میریزید طرف کاملا شکست میخوره. یا مثلا فرض کنید که از حساسیت های دینی مردم استفاده بکنیم برای اینکه یک ادعایی رو اثبات کنیم. میدونیم که مردم به یه شخصیت دینی خاصی حساسیت دارن و ما یک ادعایی رو در واقع که اصلا درست نیست بیاریم وصلش کنیم به اون شخصیت دینی و در واقع ادعای خودمون رو اثبات شده در نظر بگیریم. یا اینکه تهدید کنیم، مثلا میگیم اگه قبول نکنی پلنگ صورتی بهترین کارتون دنیاست، به برادرم میگم حسابتو برسه. میدونید طرف مقابل آدم ترسویه و از برادرش هم میترسه، اون بیچاره برای که کتک نخوره میگه بله این بهترین در واقع کارتون دنیاست. مغالطه بعدی مغالطه عوام فریبیه. مغالطه عوام فریبی یعنی این که به جای باز استدلال و اقامه برهان، ما از طریق تحریک احساسات و هیجانات جمعی و از طریق ایجاد کردن یک فضای کاذب عمومی سعی کنیم یه جور تصدیق نسبت به ادعای خودمون به دست بیاریم، به طوری که اون نتیجه مطلوب به دست بیاد. مثلا فرض کنید از طریق مخاطب قرار دادن افراد زیاد، از طریق استفاده از جملات حماسی توی جمع‌های بزرگ، بالا بردن پرچم و کاری کنیم که مردم مثلا گریه بکنن، استفاده از نام آدم‌های مشهور، مثلا یه فضای کاذب روانی درست بکنیم که طرف مقابل حرف ما رو قبول بکنه. مثلا من درباره مولانا دارم تبلیغ می‌کنم، میگم هیچ می‌دونید مارادونا هم کتاب مولانا رو توی خونه‌شون داشت. خب چون آدم‌های زیادی مارادونا رو دوست دارن، این جو کاذب درست میشه که حتما مولانا خوبه، که این آقای رونالدو مثلا اونو دوستش داره، در حالی که واقعا این حتی اگر اون آقا دوستش داشته باشه یه فوتبالیست بزرگه، دلیل نمیشه که مولانا آدم خوبیه یا کتابش کتاب خوبیه. من باید دلیل بیارم که این کتاب کتاب خوبیه. یا مثلا فرض کنید یه موسیقی بسیار زیبا پخش کنیم، همزمان با اون برای لباس تبلیغ کنیم. چون شما اون موسیقی رو دوست دارید، خود به خود فکر می‌کنید این لباس بهترین لباسه، اما اون موسیقی دلیل نمیشه که این لباس لباس خوبیه. شما باید لباس رو بررسی کنید ببینید واقعا لباس خوبی هست یا نه. یا مثلا فرض کنید یه بازیگر سینما رو که معروف است بیاریم، در حالی که داره از یه کالای خاصی استفاده می‌کنه، شهرت او رو و علاقه عموم مردم به اون رو دلیل خوب بودن اون کالا در نظر بگیریم. 16مین مغالطه استفاده از مرجع کاذب هست. استفاده از مرجع کاذب یعنی اینکه ما از سخنان یه کسی که در رشته خودش معتبره در یک جایی که اعتبار نداره استفاده بکنیم. مثلا انیشتن بسیار آدم بزرگیه توی فیزیک، بعد من بیام بگم که انیشتن به خدا اعتقاد داشت،
و فیزیکدان بودن او رو دلیل درست بودن عقیده به خداوند بدونم، در حالی که اینا هیچ ملازمه با هم ندارن. اون تو فیزیک صاحب نظره، توی خداشناسی که صاحب نظر نیست، توی کلام صاحب نظر نیست. یا مثلا فرض کنید که من فرضون خوشنویس هستم، درباره موسیقی اظهار نظر میکنم و شما این رو دلیل درست بودن موسیقی بدونید، مثلا اون اظهار نظر من. مثلا میگیم که فرض کنید نظر استاد بزرگ زیست شناسی در مورد ابعاد اجتماعی دین، و بعد بیایم بگیم که این آقا در ابعاد اجتماعی دین اینجوری گفته، درست نیست، اون یک زیست شناسه، نظرش در اونجا معتبره، در اینجا دیگه اعتبار نداره. یا گاهی اوقات ما به جایی که به یک مرجع در غیر حوزه خودش اشاره بکنیم، به یک مرجع ناشناس اشاره کنیم، مثلا بگیم به قول یک منبع موثق، به قول یک مرجعی که دلش نخواست اسمش رو فاش بکنیم، یا به قول یک کسی از منصبان بلندپایه کشور اینطوری اتفاق افتاد. اینها هم انواع مغالطه هستند. 17مین مغالطه، مغالطه انگیخته و انگیزه هست، یعنی قاطی کردن انگیخته و انگیزه. یعنی اینکه ما به جای اینکه بیایم اصل اون سخن رو بررسی بکنیم، بریم به سراغ داوری در مورد گوینده اون سخن، درباره وابستگی‌های حزبیش، درباره پیشینه خانوادگیش، درباره روابط جنسیش مثلا، درباره آلودگی‌های اخلاقیش، درباره اینها صحبت کنیم، بعد اثبات کنیم که مثلا این آقا از سیاسی به یه حزب بدی ارتباط داره، پس این سخنش غلطه، یا این آقا یه گذشته بدی داره، پس این حرفش غلطه، یا این آقا یک مثلا با دین مخالفت داره، پس این نظرش غلطه. ما باید همیشه بین این دوتا واقعا تفکیک قائل بشیم. وقتی کسی حرفی میزنه، بدون اینکه کاری داشته باشیم این آدم آدم خوبیه یا بدیه، گذشته خوب داره یا بد، وابستگی حزبی خوب داره یا بد، تمام توجهمون رو به اصل ادعای او و سخن او معطوف کنیم. اگه درست بود قبول کنیم، اگه درست نبود قبول نکنیم. مثلا فرض کنید که من میگم هگل فلسفه‌اش چیزی جز یه مشت مسائل مهمل و بی‌معنا نیست، به خاطر اینکه هگل توی طبقه مرفه زندگی می‌کرد و دائما از نظر مالی وضع خوبی داشت. خب ببینید واقعا اینی که هگل آدم مرفهی بود و ثروتمند بود دلیل نمیشه که فلسفه‌اش فلسفه غلطیه. من باید بیام فلسفه‌اشو بررسی کنم با مبانی عقلی، بگم خوب بود یا بد بود، ولی برم زندگیشو بررسی کنم، از زندگیش اثبات کنم که فلسفه‌اش بده، این درست نیست. یا مثلا میگیم که به مطالب این کتاب توجه نکنید، نویسنده این کتاب با هدف‌های مالی این کتاب رو نوشته، گیرن که واقعا با هدف مالی نوشته، ولی شاید حرفای خیلی قشنگی توشه که به درد زندگی ما میخوره. یا مثلا بگیم که فرانسیس بیکر فلسفه‌اش هیچ ارزشی نداشت، اون یه آدم دزد بود مثلا، باشه واقعا دزدم بود، ولی فلسفه او ممکنه که فلسفه خیلی خوبی باشه و حرفای قشنگی داخلش باشه. مغالطه بعدی که خیلی قشنگه و ما خیلی زیاد ازش استفاده میکنیم تو زندگیمون، مغالطه پهلوان پنبه است. پهلوان پنبه یه پهلوان قلابی هست که بدن ظاهرا قوی داره ولی پوشالی و توخالیه و میتونی شکستش بدید. مغالطه پهلوان پنبه یعنی اینکه شما پهلوان پنبه ای رو که آدم ضعیفی هست زمین بزنید، دچار این توهم بشید که یه پهلوان واقعی رو زمین زدید. خب مغالطه‌اش یعنی چی؟ مغالطه‌اش یعنی اینکه فرض کنید که من یک ادعایی برای شما مطرح میکنم، شما به جایی که اصل ادعای منو رد کنید، شکل ضعیف شده ادعای منو رد میکنید، بعدن دچار این توهم میشید که پس اصل ادعای من باطل بود. مثلا فرض کنید من میگم که بیاید با مثلا فلان کس یه رابطه تجاری داشته باشیم، شما میگردید با چند واسطه یه نمونه بسیار ضعیفی پیدا میکنید که اصلا قابل اثبات هم نیست خیلی زیاد، و ثابت میکنید که ارتباط با این آقا ارتباط خوبی نیست، بعد از اون نتیجه میگیرید که پس اصلا اصل ارتباط با این آقا کار درستی نیست. یا گاهی اوقات هست که ما افراد ضعیف طرفدار اون ادعا رو رد میکنیم و دچار این توهم میشیم که اصل ادعا رو رد کردیم. مثلا من به شما میگم که بیاید بریم توی این مسجد نماز بخونیم، شما میگید که فلانی رو میشناسی، میگم بله، میگید اون هر روز میاد توی این مسجد نماز میخونه و من دیروز دیدم که از یه جای دزدی کرد، من توی این مسجد نماز نمیخونم. خب گیرن که اون آقا واقعا دزدی کرد و توی این مسجد هم نماز میخونه، چطور از این قانون جزئی به این نتیجه میرسید که اصل نماز خوندن توی این مسجد مشکل داره و نباید نماز بخونیم توی این مسجد؟ خیلی از قضاوت‌های ما درباره دین، درباره فلسفه، درباره زندگی، همشون مبتنی بر مغالطه پهلوان پنبه هستن. یعنی ما با مصادیق جزئی یا با ادعاهای ضعیف درباره اصل یک مسئله اظهار نظر میکنیم و دچار این توهم میشیم که اصل اون مطلب رو ما تونستیم ردش بکنیم. خب اینها زیادن، من اگه بخوام ادامه بدم واقعا طول میکشه، همین 18 تا کافیه. دوستان عزیزم، من یک کتاب بهتون معرفی میکنم، واقعا این کتاب رو بخرید، بخونیدش و ازش لذت ببرید. این کتاب بسیار شیرین و جذابه و واقعا به درد شما میخوره. کتاب مقاله تا از استاد علی اصغر خندان.
هم علمی نوشته شده، هم ساده نوشته شده، هم به مبانی منطقی سنت فلسفه اسلامی در واقع ارجاع و اشاره داره، و هم این که از آیات قرآن خیلی زیاد استفاده کرده و با تایید استاد مصطفی ملکیان هم نوشته شده. به همین خاطر واقعا کتاب کتاب خوب و خواندنیه. مطمئنم خواندن این کتاب خیلی عینک خوبی به شما خواهد داد که روی حرف زدنتون، روی نوشتنتون، روی شنیدنتون، روی ادعاهایی که میکنید، روی دفاعهایی که از خودتون میکنید حساسیت بیشتری بورزید.